شکار. سلام، رژیم ولایت فقیه نگو، کلکسیون آهناله بگو. دست به هر جای جسم ناقص عظما بزنی صدای گریه و زاری بلنده. حالا داستان چیه؟ جوابو از زبون دایناسور امامدار ولایت تو نمایش جمعه بشنوید. و اما مسئله‌ای که بسیار شگفت‌انگیز است در این زمان اتفاق افتاد، مسئله قطعنامه هیئت پارلمانی اروپا است که در کمیته روابط خارجی تصویب شد. خیلی شرم‌آوره، یعنی بی‌حیایی و بی‌شرمی رو به حد اعلا رسوندن. چه توقعات عجیبی، چه اتهامات عجیبی. در ایران حقوق بشر مراعات نمیشه؟ چی گفته نمیشه؟ خیلی هم میشه، تازه اضافه حقوقم میدن. مردی که یه تاریخ در رفته، اگه بلد نیستی فضاحت رو جمع جور کنی بی خود میکنی میای نمایش جمعه. بابا سید علی تو رو فرستاده که بسیجی ها رو حال بیاری، نه این که با این سوالا بدتر گیجشون کنی. انتخابات ریاست جمهوری آمدن گفتن که با استاندارهای بین المللی سازگاری نداره. ممکنه لطفاً بیان بکنید این استاندارها چی هست؟ کدومه که حالا ایران تخلف کرده؟ زورگویی کمتر بکنید. توقع دارن، دستور میدن فتنگران باید آزاد بشن. ممکنه لطفاً بیان بکنید این استاندارها چی هست؟ بابا این گیجمنگل اصلا نمیدونه استاندار چی هست. خوردنیه، پوشیدنیه، به استاندارد میگه استاندار. بعد اووردنش اینجا جواب پارلمان اروپا رو بده. استاندار مستاندار رو ول کن. شما کی به استانداردهای دنیا وفادار بودی که حالا باشی؟ اصلا اینو بیخیال بابا، یه قطعنامه‌ای دادن دیگه، این که این همه جلز و بلز نداره که. با کمال پررویی دستور میدن احمد شهید باید این عنصر ضد ایرانی که بلندگوی استکبار هست باید بهش اجازه بدید که وارد ایران بشه و فتنه بکنه. آها، پس این قصه سر دراز داره. داستان پس کردنی های زنجیری به سیدالیه، یعنی قضیه احمد شهید و قدنامه و ابو طالبی و یمن و خلاصه همه بدبختی ها افتاده رو هم. نه؟ خب اینو گرفتم. بقیهش میگوین دفتر اتحادیه اروپا در تهران تأسیس بشه، پند بگیرن همون جاسوسخانه آمریکا که تعطیل شد و جاسوس های آمریکایی دستشون و چشمشون بسته شد، پند بگیرن دیگه. دو این مردم اجازه نمیدن یه جاسوس خانه دیگری در ایران به وجود بیاد. اینم از آخر عاقبت شیلنگ تخته های اعتدالگرایانه شیخ فری. داغ تأسیس دفتر اتحادیه اروپا رو هم به دل شیخ فری و رفقای مماشاتیش گذاشت. همینه دیگه، وقتی زهر و نفت تو معده مماشات در قاطی بشه همین میشه. کار میکشه به رودل و بقیهشو بکن روتون گلان. یه نکته ای رو در پایان عرایزم عرض میکنم. من یه جمله ای در این توافقنامه دیدم که شایسته است وزارت خارجه هیئت ایرانی روی این جمله دقت کنن، که گفتن هیچ چیز توافق حاصل نمی شود. ببخشید عبارت اینه: تا در مورد همه چیز توافق نشود، در خصوص هیچ چیز توافق نمی شود. چی شد حاج محمود؟ چرا بخصوبات کردی؟ مشکل تو روخونیه یا جملهش خیلی جمله است؟ معنی اینی که خون اینه که باید زهر رو تا آخرش بری بالا، ته جامم با نون پاک کنی، کاملا بلیسی، بله
واسه همینه که حاجی تو خوندنش گیر پاچ کرده. دیگه کار از کار گذشته شیخت. هرچی هم به سیدعلی بگی زهر نخور دیگه چارش نمیشه. پس منتظر ضربه های بعدی باش. سیدعلی زهر نخور، اتمی رو از بیخ نبر. ما سوزون بی موتور، اگه میخوری کم بخور، اگه میخوری. اگه کوسه تو رو تنها ببینه، ریشه تو تک به تک از ته میچینه، اونی که زهر بنوشه زود میمیره، یارو کوسه میخواد جا تو بگیره. سیدعلی زهر نخور، اتمی رو از بیخ نبر. ما سوزون بی موتور، اگه میخوری کم بخور، اگه میخوری. مگه نمیبینی لنگ ما حواس فیگور و عدا بست دیگه، حتی تریم هم نشدیم خلاص با توی یا کس دیگه. مشکل ما بریده گیه، شیر ریزشو باز نکن، حالا که دل اسمت خاک شیر شده فکره یه خاکم داز بکن. چی با تو بمونه، تو که دیگه پادشاه زدی، نکنه بشنوی میشه تو موهاتو یک مدل خاص زدی. کسی دیگه تو رو دلش نمیخواد، خره تو نمیره مثل اما، هر کاری کنی دنبالتن دووم نمیاری تو نظام. سیدعلی زهر نخور، اتمی رو با 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 با. اگه میخوری کم بخور. سیدعلی زهر نخور، اتمی رو از بیخ نبر. ما سوزون بی موتور، اگه میخوری کم بخور، اگه میخوری.